دو پیشگویی قرآن در سوره کوثر. در آیات سوره کوثر دو پیشگویی مهم دیده می شود، زیرا می فرماید به یقین ما به تو کوثر و خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن و بدان دشمن تو به یقین ابتر و بریده نسل است. اینا آتیناک الکوثر فصل لربک الوانهر اینا شعناک هو الابتر. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. بسیاری از مفسران شأن نزولی برای این آیه ذکر کردند که قریب الافق با یک دیگر است. از جمله برسویی در روح البیان میگوید مشرکان مکه هنگامی که پسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قاسم و عبدالله در مکه و ابراهیم در مدینه چشم از جهان پوشیدن گفتند محمد پس از وفاتش نامش از خاطره ها محو می شود، زیرا نسلی از او باقی نمانده. در این سوره قرآن خبر می دهد کسی که نامش از خاطرها محو می شود دشمنان او هستند، و اما نام و آوازه او بلندتر و بلندتر می شود. همان گونه که خداوند اشاره فرموده و این به خاطر آن است که خدا نسلی به او داد که با گذشت زمان باقی می ماند. بنگر ببین چقدر از اهل بیت علیهم السلام را کشتند و شهید کردند، ولی این نسل در عالم فراگیر شد. طبرسی در مجموع البیان می گوید این سوره درباره عاصم بن وائل نازل شده که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام بیرون آمد و چشمش به او افتاد با حضرت سخنانی گفت. جمعی از بزرگان قریش این منظره را دیدند، سوال کردند با که سخن می گفتی؟ او گفت با این ابتر، یعنی بلاعقب. این به خاطر آن بود که عرب به کسی که فرزند پسر نداشت ابتر می گفتند. سوره فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد. به هر حال در این سوره دو پیشگویی مهم دیده می شود. نخست این که می فرماید ما خیر کثیر به تو عطا کردیم. اگرچه اعتیناک به صورت فعل ماضی است، ولی ممکن است از قبیل مضارع قطعی باشد که به شکل فعل ماضی بیان شده است. این خیر کثیر در حقیقت تمام پیروزی هایی را که نصیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد و به هنگام نزول این سوره در مکه قابل پیش بینی نبود شامل می شود. مخصوصا با توجه به شأن نزول ها و با توجه به واژه ابتر که دشمنان آن را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطلاق می کردند، یک مصداق روشن این خیر فراوان همان فرزندان و نسل برومند او است که همگی از تنها دخترش فاطمه زهرا علیه السلام در سراسر کره زمین گسترش یافته و به گفته یه بعضی امروز جهان را پر کردند و این چیزی است که در آن زمان قابل پیش بینی نبود. جمعی از مفسران اهل سنت نیز صریحاً به این موضوع اشاره کردند. از جمله فخرالرازی سومین قولی را که در تفسیر کوثر نقل میکند همان اولاد و فرزندان او است. میگوید به این دلیل که این سوره در پاسخ کسانی نازل شد که او را بر نداشتن فرزند مذکر مذمت میکردند. پس مفهومش این است خداوند نسلی به او عطا میکند که در طول قرون و اعصار باقی میماند. از سوی دیگر خبر می‌دهد که دشمنان او ابتر و بلاعقب خواهند بود. این پیشگویی نیز تحقق یافت و دشمنان آن حضرت چنان تار و مار شدند که امروز اثری از آنان باقی نمانده است. ابو سفیان و فرزندانش و دودمان بنی امیه که از دشمنان سرسخت اسلام بودند، که بعضی با مقابله با پیامبر و بعضی با مقابله با فرزندان او برخواستند، روزی آنقدر جمعیت داشتند که خیشاوندان و فرزندان و تعداد فامیل های آنها از شماره بیرون بود، ولی امروز اگر چیزی از آنها هم باقی مانده باشد هرگز شناخته شدن نیست. آلوسی در روح المعانی میگوید معنای ابتر آن است که بازماندهی نداشته باشد، نه فرزندانی و نام نیکی،
و این درباره دشمنان پیامبر صادق است. اما او فرزندان و نام نیک و آثار فضلش تا روز قیامت، بلکه در خود قیامت نیز باقی مانده و میماند. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.